سیاره. امروز روز جدید هست و ما برنامه تکنولوژی باز هم با شما هستیم. امیدوار هستم که درسای گذشته را در خانه شما تمرین کرده باشین، به شکل موثرش پیش برده باشین و مشکلات شما رفع شده باشه. امروز میپردازیم به درس جدیدمون. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما و شما دو مطلب مان که باید بخوانیم. درست گذاشته ما و شما در مورد لوکاپ ویزارد خوانده بودیم که چگونه ما و شما بعض لیست های را به شکل خود ما میخواییم تایپ کنیم، تایپ کنیم و چگونه یک لیستی دیگر را بخواییم زمینش کنیم یا لینک یا ارتباط بدیم. در درست امروزی ما و شما در مورد mandatory optional است. خب دو کلمه را خوب حفظش کنین و یاد بگیرین. وقتی ما میگیم که mandatory، when it's mandatory, so the entry in the vault will be according to the setting, neither more nor less. زمانی که ما mandatory میگیم، دیتا انتری که ما در فیلد میکنیم، در دیتابیس خود میکنیم، نظر به سیتینگ است. یعنی نی کم نشته که در میتونیم نی زیاد. بطور مثال نمبر تلفون هم میگه، میگین که نمبر تلفون با 10 عدد باشه. از 10 عدد نی کم باید باشه و نی زیاد باید باشه. این یعنی رو باید نظر بگیریم. مندتوری فکس باید باشه، فکس است. چیزی که اصلا میخواه، اگر 4 عدد میخواه، اگر 5 عدد میخواه، اونم چیز. اما آپشنال به شکل آپشنال است، یعنی دلبخواهی است. When it's optional, so we can enter less than that setting, but no more than that setting. وقتی که ما میگیم که optional است، ما شما میتونیم که کمتر از سیتینگی که هست نشته کنیم، اما از سیتینگ که بیشتر نشته کردن نمیتونیم در دو حالت. چی mandatory، چی optional. پس وقت optional میتونیم مثلا بگیم که age دو خانه باشه، دو عدد باشه یا سه عدد باشه، 100 ساله یا 100 چند ساله. از این سی عدد بالا دیگه نره، اما پرام پایین نشته کرده میتونیم، مشکل نداریم. به این که به شکل عملی کار کنیم. این قسمت بعض کودها را ما بر شما درست کردم که فقط هر کود یک خط داره. این خط شما میتونین من ایدیاشو بگیرین و به شکل پرکتیک یا عملی کار کنین. وقت پرکتیک یا عملی کار کردین این را میتونیم. خب بزرگی و کوچیکی از یه مد نظر گرفته میشه. به طور مثال وقتی که من ای بزرگ میگیرم، ای بزرگ چی هست؟ For both number and text. هم میتونین اجره که وقتی که ای بزرگ هم میگیرین، میگین این رقم فرمت بگیره که هم عدد بیایه هم text بیایه عدوش. Four characters. Neither less nor more. نی کم نی زیاد. پس ای بزرگ mandatory است به خاطر text و به خاطر عدد. در کجا تایپش میکنه؟ text properties input mask. نیکم باید بیا نی زیاد. خب تیبل ریج ما بیرم، تیبل ما شما داریم، تیبل ساده که تشکیل شده در دیزاینش ما شما میریم، بگیم که ما شما تکس بیا یا عدد بیا، 4 کاراکتر، 5 کاراکتر، نیکم نی زیاد باید شده، هر چی که باشه. خب اگر فون ما میگیرم، فعلا هم تا چیز مد نظر بگیریم، فون میگیریم در شورت تکست میند قسمت input mask. این قسمت تک ببینید دوستا، ایجی کلک میزنید، یک ای بزرگ، دو ای بزرگ، سه ای بزرگ، چار ای بزرگ، چار ای بزرگ ما ایجا دیتا انتری کردم. پس فقط من میتونم که چار تا یا عدد یا تکست بخواهیم نشته کرده بتونم. ببینید اگر دو عدد نشته میکنین مسیج میتونه قبول نیست. 4 عدد صحیح است، از 4 عدد بخواین زیادتر نشته کنین، باز برتان وارنینگ میه که شما حق ندارین بیشتر نشته کنین. پس نیز بیشتر نشته کده میتونی و نیز کمتر نشته کده میتونی. 4 عدد خواسته 4 تا رو نشته کن. و اگر مثلا مجبه بیام بخوام تاریخ نشته کنم، طبعا دیگه علامت منفی و علامت های دیگه را قبول نمیکنم. فرمت مشخص است، فکس باید یا عدد یا تکس به چهار خانه بیاید. خب دوباره من میرم در قسمت دیزاین و یا را بخاطر که فرمت ها را نه اونم تطبیقاتش میکنم، قبل از که تیبل ها ساخته میشه شما باید فرمت هاش را تعیین کنین. وقتی تیبل ها فیلدش را میسازی، قبل از که به دیتا انتری کنی، فرمت هم شما به این قسمت دیزاین بسازه. یعنی یک نفر میره دیتا تایپش را میگیره، میره فرمت هم درست میکنه. خب پس چی شد؟ ای بزرگ مندتوری است، نه کم شد نه زیاد، بر عدد و بر تکس. مطلب دیگه ال بزرگ، ال بزرگ فقط بر تکس است، نیدر لس نور مور،
فقط تکس بیا، نی کم نی زیاد. مثلا شما باید اصلا پاسورد ها را دیدین، یک زمان اگر فرمه که پاسورد را نشته کن یا یوزر نیم یا پاسورد را نشته کن، پاسورد نشته شود و این پاسورد ما شما مشخص فقط تکس بیا تا چند عدد بیا میندتوری باشه. شما ضرورت است که 8 کرکتر مثلا داشته باشین. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 8 کرکتر ما میگیرم که پاسورد ما باید از 8 کرکتر کم نباشه. وقتی که ما شما میریم در قسمت پاسورد نشان میکنین 1 2 3 4 5 6 7 8، این ازش یک وجود دیگه بالاتر نمیره و پایین تر هم قبول نمیکنه، فقط تکس البته. اما اگر شما مثلا میخواین که در این عدد نشان کنین، یک نفر میده پاسورد عدد نشان میکنه، باز هم کمتر قبول نکرد. کنترل ای دیلیت، دوباره در دیزاین من میرم. خب ای بزرگ بر عدد تکس بود، مندیتوری. ال بزرگ فقط بر تکس بود، only for Texas، مندیتوری. ای کوچک، ای اپشنال است، یعنی بر عدد هم میه بر تکس هم میه. هم شما کم نشته کده میتونین، هم میتونین به طور مثال یا تا حد که هست نشته برسانین، از او حد بیشتر نشته کده نمیتونین. همه خوب است، آپشن دارین، آپشنال است که کم نشته کنین. به طور مثال من اینجا میگیرم که یک نفر سلریش باشه، چون عدد تکس هرچی که میگیریم ما شما میرین در قسمت اینپوت ماسک میگین 1 2 3 4 4 عدد ای رو من گرفتم که اگر ما شاید نشته میکنیم از 4 عدد بیشتر نشه، اما کمتر مثلا ما شما بتانیم نشته کنیم. به طور مثال میرین در قسمت سلری بیرین دیگه از 4000 بالاتر نمیره، هر چیزی که ما شما نشان میکنیم میگه این چند عدد باشه، فقط هر چیزی که نشان میکنیم 4 عدد چی از او باشه. چی مثلا بخواین تکس اگر نشان کنین، اما کمتر آیا میشه نمیشه ببینیم قبول میکنین. تکس هم اگر خواسته باشین نشان کنین کمتر قبول میکنه، اما بیشتر از او را قبول نمیکنه. کنترل دلیت من تطبیقات کنسل میکنم، چون اگه تطبیقات نو کنیم باز بعد از اون تطبیقات میشه با شما جنجالی و هم مشکل میشه. خب ای کوچک مثل بالا بر عدد تکس، فقط یه آپشن البته کم نشته کردم ایجاد. الان تا سوالی هم میایم اونلی فور تکس، مثل ال است، فقط بر تکس میه. خب طبعا اگه این میندتوری است یه آپشن است فور در تکس، بات یو کن انتر لسن کاراکتر، فقط نمو قیب یاد بگیرین ال بزرگ بر تکس میندتوری، علامت سوالیه بر تکس آپشنال، ای بزرگ مندیتوری، ای کوچک حالت آپشنال. حالا مثلا علامت سوالیه رو میگیریم چون فقط بر تکس میگیریم، حالت آپشنال است. خب اینجا مثلا بگیریم چیزی که تکس بیاید حالت آپشنال مثلا کم بیاید. مثلا ما میگیم که اینفو شما بعض معلومات رو نشته کنین و این معلومات وقتی که نشته میکنین نه قسمت اینفو اینجا علامت سوالیه بتین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا ده دانه معلومات سوالیه به طور مثال دادم، تا دانه مقدر ما شما میتونین نشته کنیم، از ده تا زیادتر نیه اما کمتر بله کمتر مشکل نیسته. مثلا اینجا نشته میکنین که فهیم چیکار است، این نفر منیجر است، کمتر نشته شد، اما از او که زیادتر باز نشته نمیکنیم نمیتونستیم مثلا بکنیم. یا مثلا میگین که خدیجه ویسی منیجر، تا هم وعدت شد بیه از او کده زیاده زیادتر نمیشه چیزی که مشمو نشتهش بکنه. خب کنترل دیلیت اوکی، باز من ایتیبال کلوز میکنه. در این قسمت اگر ما علامت بزرگ میگیریم بعد سوالیه، یعنی حرف اول هر چی که بود کلان به بعد علامت کوچک، هر چقدر تکسی که ما شما نشنش میکنیم کش برف خورد به بر تکس هست. در دیزاینش رفته در این قسمت علامت بزرگ که ایجا بزرگتر باشد دیگرش برف کوچک به هر مطلبی که نشته میکنیم. خب میتونید سوالی رو بگیرین که زیاد هم نفر نشته کده بتانه مشکل نیست.
در قسمت اینفو. اگر من مثلا ا نشته میکنم یک اتوماتیک الان می بی نشته میکنن آی نشته میکنن او نشته میکنن خود به خود خود کمتر می اما دیگراش خود می صحیح مثلا میگیم که HR Manager فایل هر چیزی که نشتش کنین و آخرین درس از قسمت این درس امروزی تان علامت های حساب صفر ها هست یا ساین صفر است که فقط عدد بیه به نمبر تلفن خوب میتونی کار بدین only for characters neither more nor حالت مندیتوری رو به خود داره اگه فقط نمبر تلفن میخواین صفر بدین صفر حالت مندیتوری رو به خود داره چند چیز مندیتوری رو حالت مندیتوری رو به خود داشت یکی A بزرگ بود L بزرگ بود و علامت خود صفر ها مهنده صفر هایتا میگیم که تلفن شورت تکس در قسمت اینپوت ماسک نو عدد رو میگیرم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو نو رو وقتی که ما مد نظر گرفتیم شما در دیتابستان میرین مثلا میگیم که 79 صفر شو طرف میکنین دیگه 147 88 99 نمبر تلفن رو حد نشه حضور کدر نی کم میشه نی زیاد اگر مثلا یک نفر دیگر میان نشنا میکنه که 78 92 28 92 100 مثلا 45 میخواه نشته کنه نمیتونه نشته چرا که غلط است اجازه نمیده که این نفر وقت عدد نشته میکنه غلطی کنه نمبر یا کم نشته کنه یا زیاد نشته کنه پس این بسیار خوب است که دیتابیس شما غلط دقیق باشه که نه خودتون غلطی میکنین نه کس دیگر میمونه که غلطی کنه این سیتینگ ها را به خاطر میخوانیم که دیتابیس شما هر چقدر شما یا را یاد بگیرین هر چقدر تنظیمات جدول را یاد بگیرین اونم قدر شما دیتابیس یا تیبل هایی که درست میکنین بسیار پروفشنال بسیار مقبول میشه شما صبر کنین وقتی تیبل ها ساخته شد بعد از اینکه وقتی در کیوری میریم فرم میگیریم باز وقت میبینیم که من اینقدر زحمت که شما کشیدین و یاد میگیرین کلش نتیجه موثر و مثبت خود خواهد داشته باشه خب دوستای گل این درس امروزی ما بود امیدوار هستم که کلتان یاد گرفته باشین یاد تن نره که 100% این کار عملی است کمپیوتر چون یک برنامه عملی شما با در خانه بسیار زیاد تمرین کنید و ما مطمئن هستم که شما یاد میگیرید کمپیوتر چیزی نیست که مشکل باشه یک چیز بسیار ساده و خوب هست که با علاقمندی بسیار زیاد میتونید شما یاد بگیرید تشکر خدا بسیار